امروز به فوت یکی از بزرگترین شخصیت هایی که در کمالیس فرادی در یروشلایم بودن به اسم ربی یودا صدقه علیه السلام که ایشون رئیس یشیوای پراتیسف در یروشلایم بودن و شخصیت بسیار معظم و محترم و فعال برای قوم اسرائیل بودن. ایشون در هر جلسه ای که برای بهبودی وضع قوم اسرائیل ترتیب دادن شرکت میکردن و سعی میکردن که در هر مجلس ختمی یا مثلا مجلس هایی که اجتماع هایی که ترتیب میدادن برای بیدار کردن مردم که تشبه بکنن و میتفر انجام بدن، ترا بخونن، تبلا بخونن، چون در تقریبا در همه هر اجتماعی که برای این هدف تشکیل داره میشود ایشون شرکت میکنن، صحبت میکنن، صحبت های خیلی مؤثر. موضوعی که خیلی بهش اهمیت دادن موضوع تربیت بچه ها در مدارس مذهبی خوب که هر کسی بر هر کسی محوله که بره و به همسایه‌هاش، دوستانش، اقربا، نزدیکا بهشون صحبت کنه و بهشون بیدی بده چقدر این موضوع مهمه، اساسیه برای حال، برای آینده که اینا اگر برن در مدرسه‌ای که اصلا مذهب برشون مطرح نیست اونجا تحصیل کنن، آخر چی در میان؟ هیچ نشبات دارن، نماید دارن، نه هیچ ندارن و اینا روز به روزم تنظر میکنن معلوم کجا برسه. بعد این موضوع برشون خیلی اهمیت داشت و یه رفعه کسی پسر کدش بود یه مدرسه آلیانس یک مدرسه که فرانسوی ها در تقریبا 150 سال پیش تقریبا 100 سال پیش تأسیس کرده بودن در تمام مدارس در شهرهای ایران و عراق، مثل این که جایی که اسرائیل بودن اونجا برشون مدارسی تأسیس کرده بودن و برای مدارس چی یاد میدادن؟ فقط فرانسوی و علوم دنیوی، همین تورا هیچ اونجا تحصیل میکردن و اینا از مذهب اینا چیز بیخبر بودن. یلا بیان به یک کسی که پسرش گذاشته بود دیمار آلیزان گفت تو این پسر گذاشته یانیات این میره گن ادام میره گینا، چرا تو این فردا این مذهبی نباشه تو را نخونه شبان نگه داره کی باید شده؟ تو باید شده، پس این میره گن ادن تو بجای تو میره گینا تو باید شدی. این تا چنده این و واقعا حرفا درسته. این پدر مادری که باید میشن که پسرشون از مذهب اینا دور بشه اینا میرن گینا و این پسر میره اینا چه تخصی نداره، این چه تخصی داره، چه کار کرده؟ اگر اینا میبردن جایی که مذهب هست بهشون تورا یاد میدادن، تورا، میثبات، امونا، اینا در مؤمن و مذهبی ببار میمدن. حالا که اینا رو گذاشتن در مدرسه غیر مذهبی اینا این طور در اینا مقصر نیستن، اینا یه تقصیر ندارن، بیگناه هستن. کی گناهه؟ گناه بر کیه؟ بر پدر مادرشون. اینا میرن گینام، این پدر میرن گن میده. خب، حالا برابر این بحث های کرد تا اونجایی که میکن داره تشکیبی کرد و بهشون توضیح داد اونایی که نمیدونن که فرق مذهبی میرن که مدرسه پابلیک سکول یا مدرسه دیگه که اصلا مذهب ندارن با مذهب چیه، چه برق داره، خیال میکنن که این یکیه. بعد خیال میکنن برعت مذهب نباشه بهتره، اونجا بهتر درس میدن، بهتر نمیدن. اینا فقط در فکر حالشون هستن، آینده چی میشه؟ هیچ. آینده چه بدبختی، چه پلاکی داره؟ هیچ. آینده برای فکر نمیکنن و نمیدنن که وقتی بچه در یک مدرسه پابلیک سکول یا غیر مذهبی دور بیاد این خیلی امکان داره که بعدا بره با غیر مذهبی غیر یهودی اضافه کنه، تمشو رفت دیگه، این از قوم اسرائیل دیگه برکنده شد.
خب کیا میگن کیا میگن کیا گرین گرین گران میان با یقه که میگیرن یقه این پدر مادر میگه شما باید شدید بجان من چقدر این مسئولیت چقدر خطیر و چقدر سنگین و چقدر خطرناک و چقدر وحشتناکه بعد گرمگاه حالا کسانی هستن که بعد محلشون خوب نیست برای این میرن پبلیک سکول. خب اینو بعد یک کاری کرد که این مثلا حل بشه یا برای پولی جمع کرد یا بالاخره یه ترتیبی داد که اینها به خاطر پول که ندارن نرن این بچه‌هاشون از مذهب و از ایمان اینا منحرف کنن پرت کنن تو دره کفر و بی ایمانی و بی مذهبی. این بعد یه کاری کرد حالا خوش اول کسی که در این باره فعالیت میکنه و بدونه که این بچه اگر فردا شبات نگه میداره تورا میخونه تفیلا میخونه تفیلی میداره و میره با یک یهودی ارتباط میکنه همه به خاطر به حساب کی میشته میشده به خاطر به حساب این کسی که این کار کرده. چقدر مثبت چقدر بزرگیه عظیم. پسر این بچه با یک یهودی ارتباط میکنه تمام مثبت انجام میده پسرش همینطور معربش همینطور و میلیارده مثبت میان به حساب کی نوشته میشن به حالا به این کسی که اینا برده در مدرسه مذهبی اونجا اسم میدی کرده. خیلی مهمه از همین مهمتره. موضوع دیگه هم که ایشون خیلی بهش تاکید میکردن موضوع برخوا گفتنه که برخوا گفتن ایشون گفتن انسان وقتی میره اون دنیا میان یک قطاری پر از برخوت هست برخوت وگن های قطار پر از برخوت هست و اینا را وقت میان ملاخی میرن برخواه میرن چیه چه برخواه گفته این برخواه کسی داره پرد میکنن تو این برخواه اینجا کسره اونجا نخص داره پرد میکنن از این 100,000 برخواه فقط 100 تا برخواه میرن که این برخواه از این فقط این 100 تا انتخاب میشه همین صدهای هزار برخواه چی در میاد فقط 100 تا کنجا از این چقدر انسان ناراحت میشه و چقدر معذب میشه و این همه برخواه گفتم اینا این برخواه همش پسول بودن معیوب بودن اینها مردود بودن اینا را اصلا قبول نکردن وای برای این پس این همه برخواه گفته بشه حیف نیر برای برسان میشون میگفتن که برای این نیستن بعدی کرمات که برخواه بکنه کرمه کرمه بگه بروخ اتا هشن خط این مکس بکنه و نیت کنه از دانکای به یه الوکینو و مکس کنه که هشن داره خالق ماست و تماندر و صحبه تمام قدرت هست ملخ اولام مکس بکنه برای ما اینطور که این کلمه گفته بشه و درخواه درست تلفظ بشه درست صحیح کامل مشرح خدا به حالش هر برخواهی چقدر میتونه انسان را در این دنیا متلذذ بکنه چقدر برش میتونه دفاع ازش دفاع بکنه هر برخی یک ملاخیه هر چی که این برخی با شور و حرارت و با نیت و با خوشحالی بیشتری گفته بشه با طور صحیحتر و با نیت بیشتری تلفظ بشه این ملاخ قویتره ملاخ عظیمتره بزرگتره و قدرت بیشتری داره که انسان را از هر گونه بدخواهی را نجات بده. چقدر مهمه برخواه؟ خب ایلتان که خودشون مگر تمام بیزرائیل باشه. همه.